یعنی ضبط بکنین و درست داشته باشین و چیزی استفاده بکنین نگفتن نباید گذاشت که علمی میراث با ریاضی خیلی ارتباطی تنگاتنگ دارن نه از لحاظی از ای که در ریاضی در علمی میراث و یا حقوقی میراث یک مقدار ریاضی ضرورت است و یا ریاضی کاربرد داره نه از لحاظ بلکه از ناحیه از این که اگر ما مسائل میراث از آغاز درست فرا نگیریم در بحث های بعدی به مشکل رو میشیم علم میراث شبیه با علوم دیگر نیست به خاطر علم میراث با وجودی که مختصر است ولی یک مقدار بافت خیلی سختی را یا بافتی قوی را در خود داره که اگر ما با یک مهارت تانیسیم این بافته ها را تشخیص بتیم میتونیم که در حقوق میراث و یا علم میراث خیلی خوب وارد باشیم و علم میراث رو خوب یاد بگیریم ولی اگر ما بافته ها و یا رشته را درست نتانیم تشخیص بتیم یا از آغاز نتونیم بحث ها را به صورتی درست فرا بگیریم در مسیری را با مشکل مواجه میشیم و یقینا میشه را مثال دیگری هم بتیم که مثلا ما میتونیم از یک کتابی که مطالعه میکنیم قرآنی از این مشان است مطالعه میکنیم هر بخشی رو که مطالعه کنیم یک صفحه از اون او میتونیم از او استفاده بکنیم از اون مفهومی به دست بیاریم ولی در علم میراث تقریبا این موضوع یک مقدار ما را با مشکل مواجه سازد تا زمانی که ما از آغاز درست فرا نگیریم بینن در اینجا ما بحث هایی را که در گذشته هم داشتیم موضوع عول بود که حتما دوستان ما این موضوع را حتما گرفته باشند که خلاصه باید یادآوری بکنیم در اینجا که موضوع عول که ما یکی سهام داشتیم که شش سهم از در قرآنی از این که با نیاز تا اونها را تکرار بکنیم که یکی نصف است ربع از سمون که اینها را به بخش اول به بخش اول نامگذاری میکنن و سلوس سلوسان سدس سلوس، یعنی شش سهم او سهامی که معین آمده در قرآن عظیم شان از عزی این شش بیرون نیست اما یکی مخارج سهام است که ما برای از اینها اگر ما مخرج بسازیم چگونه هست برای از اینها هفت مخرج ساخته شده که ما اینها را میتونیم بگیم دو سه چهار شش هشت دوازده 24 چار دو سه چار شش هشت دوازده چار. فقط دوازده هفت مخرج ما برای سیهام داریم خب در این سیهام در چهار مخرجی از ای اینا اول نمی آمد یا چهار مخرجی از ای اول را نمی پذیرن. که او عبارت هست از دو سه چهار و هشت اما سه مخرج دیگری از ای عول پذیر هستند یا در اینها عول به وجود می آید که اونها را میگن به نام که عبارت هستند از شش دوازده و بیست و چار که اینها را ما در جلسات قبلی تفصیلا بیان کرده بودیم که دوستان میتونن که به او بخش مراجعه بکنن خب ای را برای ازی که ما درسی جدید را با درس گذشته نوع ارتباطش را برقرار کرده باشیم بینن ما مخارجی که در اونها اول آمده میتونست اونها یک مخرج شش است و مخرج دوازده هست و هم مخرج بیست و است که البته قسمی که ما گفتیم که مثلا شش از هفت ایلا ده در اعداد جفت تاق در اعداد جفت تاق عول می کرد که ما با مثاله هایش ایره یادآوری کردیم اما دوازده دوازده از سیزده تا به هفده تنها در اعداد تاق اول کرده میتونه در اعداد تاق که یعنی ما میتونیم برای از سی اول داریم که یکی هم دوازه اول به سیزده اول به پانزده و اول به هفته از این بیشتر نیست اما بیست و چهاری ما یا مخرج بیست و چهار فقط یک اول داره که او هم هست بیست هفت. مخرجی 24 یک اول دارد که او عبارت است از 27 خب بینان ما مثاله هایی را هم در این زمینه داشتیم که مثلا میشه که با چند مثاله هایی از عولی مخرج 12 را چون هنوز ما روی 24 نرفتیم البته در مخرج 12 که ما گفتیم تن از 13 تا به 17 اول کرده میتونه اما تنها در اعداد تاق که یعنی میتونیم بگویم که 12 اول بسید به 13 و 15 به 17 فقط از این سه بیشتر اول کرده نمیتونه بینن ما مثلا 12 را میگیریم دوازده اول به سیزده به طور مثال حالا یک مثال اینجا ما ذکر میکنیم زوجه دو خواهر حقیقی و خواهر مادری خب زوجه میبینیم که میت اولاد نداره مستحق ربا یا چهارم حصه مال میشه دو خواهری حقیقی مستحق سلسان میشن یعنی دو سیبومی مال مستحق میشن خواهری مادری مستحق سلس میشه مستحق سدس خب حالا ما میبینیم که یکی ما قایده ای داشتیم که مخارج هم را چگونه تشخیص بتیم که به طور مثال الان ما بر اساس کدام فرمول یا قایده برای اینها مخرج بسازیم ما برای از درگزش قایده ای داشتیم قایده ای ما ای بود که همان گونه که ما تقسیم کرده بودیم میشه که هم یک بار دیگر تذکر بتیم تا که البته سیهام را به دو بخش تقسیم کردن دانشمندان یا فقه های میراث که به نام بخش اول و بخش دوم بخش اول را نیست ربا سمون بخش دوم سلوس سلوسان و سلوس حالا قاعده در این هایی است که اگر به تنهایی بیاین طبعا مثلا در یک مسئله اگر چهار یک گیرنده هست یا ربع گیرنده هست ما چهار مخرج قرار میتیم اگر سلس گیرنده هست مخرج ما سه قرار میتیم مشکلی نداره مثلا حل میشه ولی اگر اینها بین خود یک جا بیاین مثلا نصف با ربع یک جا شا ما چهار مخرج قرار میتیم یا نصف ربع و سمون اگر در مسئله یک جا شا ما هشت مخرج قرار میتیم یا که به طور مثال سلسان یا هم سدوس اگر اینها در مسئله یک جا قرار بگیرن ما هم عدد بزرگ را مخرج قرار میتیم از لحاظی که او بتانه تقسیم بکنه خب در حالی که از لحاظی حقیقت ببینیم صورتا حالا سدس یا شش کلان است شش صدوس. ولی از لحاظ مخرج این خرد است به هر صورت حالا ما روی از اون مثلا نمیریم تا اینکه که ذهنی بیننده های ما یک مقدار مشوش نشه تنها ما اموس عددی که صورت بزرگتر است او را مخرج قرار میتیم حالا بر از اص... خب اما قای... در صورت اختلاط اه... که نوی اول با نوی دوم یک جا و یا بخش اول با بخش دوم اگر نیست با کلی بخش دوم یا با بعضی جا شوه مثلا از شش اگر ربا با بخش دوم با کلش یا با بعض در یک جا شوه، مثلا از دوازده اگر سمن با بخش دوم با کلی ازی یا با, با بعضی ازی یک جا شوه، مثلا هم از 24 گرفته میشه حالا ما یک فرمول هست ولی ما هم از این فرمولی استفاده میکنیم هم کسایی که در بخش ریاضی یک مقدار مهارت دارن میشه که اونها را یک فرمول دیگری بین از اونها هم ما تجویز بکنیم به طور مثال ما میبینیم که روبا از نوی اول است و سلسان و سدس از نوی دوم پس ما میبینیم که ربا گفتیم که با نوی دوم اگر یک جا شد مثلا از دوازده بله از دوازده ای یک جا میشه یک, یک طریقه بله از دوازده این دوازده مخرج برای از اینها میتونه باشه فرمولی دیگر یا طریقه ساده ازی یا بگویم این است که ما در فوق یا در مخرج عددی را قرار بتیم که همزمان بالای چار بالای سه و بالای شش مساوی تقسیم شود و ما تلاش میکنیم که اقل عدد باید عدد را ما داشته باشیم نه که ما مثلا 24 هم میتونه که بالای جنها مساوی تقسیم شود ولی نه ما اقل عدد را میگیریم کمترین عدد خب حالا ما از دوازده پایین عددی نداریم که همزمان بالای چار بالای سه و بالای شش مساوی تقسیم شده که ما نداریم بلکه دوازده میتونه که همزمان بالای چار بالای سه بالای شش مساوی تقسیم شده که این میشه که شما تجربه کنیم مثلا دوازده بالای چار سی تقسیم میشه سه دوازده بالای سه چاری تقسیم میشه که چار سه و بالای شش دوی میشه که دو شش دوازده. خب اما از دوازده پایین تر مثلا ده ده بالای مساوی تقسیم میشه ده اگر بالای ده بالای 8 کدام مساوی تقسیم نمیشه اما هشت بالای چار میشه تنها بالای چار میشه و بالای دو عدد دیگر نمیشه شش بالای خودی شش میشه بالای سه میشه اما بالای چار مساوی تقسیم نمیشه بناهن اقلی عددی که همزمان بالای چار بالای سه و بالای شش مساوی تقسیم شود او از دوازده هست خب حالا این بحث تقریبا بحثی خارج تا حدی خارج از موضوع است مهمی است که حالا چطوری مثال دوازده اول با سیزده هست که ایرمون مثال بتیم حالا از دوازده چارم حیثه دوازده سه میشه چرا سه چار دوازده دو سومی دوازده هشت میشه و ششم حیثه دوازده دو میشه حالا ما بینیم که دوازده جمعی هشت جمعی چار 12 جمع 8 جمع 3 13 ای شد 12 اول به 13 خب همان گونه که ما در دسته های گذشته این توضیح داده بودیم که اینجا نیاز نیست تا اینکه ما خود به صورت یا با استفاده از عقل و درایت ما مخرج را توصیه بدیم نه این مطابق یک فرمول و مطابق قاعده انجام میپذیره خب این مثال دوازده اول به سیزده بود مثلا دوازده اول به پانزده را هم میشه که ما در اینجا مثالی داشته باشیم اینجا ما مثالی داشته باشیم مثلا زوجه دو خواهری حقیقی و هم دو خواهری مادری دو خواهری مادری پس باز هم به با اساس امو فرمولی که در قبل داشتیم دقیقا امو مثال است مثلا از دوازده تقسیم میشه دوازده را چارم حیثه ایش و دو سومش میشه هشت البته اینجا تفاوت اینجاست که اینجا یک خواهری مادری بود اینجا دو خواهر قبلا اینجا سهمش ششم حیصه بود اما در اینجا سهمش سوم حیصه مال میشه یعنی یک برسه. حالا سوم حیصه دوازده ای چهار میشه چهار پس چهار جمعی هشت دوازده جمعی سه پانزده اینجا شد دوازده اول با پانزه. همان گونه که ما در گذشته هم گفتیم که اول میشه که ما به این شکل نشان میتیم به صورت عین میشه که ما با نشانه های دیگری هم که از او علامات کار بگیریم ولی این علامه را ما برای اول اکثر انتخاب کردن و فقه ها به خاطر ما از این علامه استفاده میکنیم خب همچنان میشه که اگر یک مثال دیگری هم در اینجا ما داشته باشیم و بعدش بریم به طرف عول 24 مثلا دوازده عول به 17 این میشه که اینجا ما مثال بزنیم برای ازی خب مثلا باز هم عین مثال هست زوجه دو خواهر حقیقی دو خواهر مادری و مادر خب این مثال عین همو مثالی که در قبل هست دقیقاً به مشکل شد یک مقدار ما برای که شاید میشد که مثال در بالا هم یک کمی بزرگتر کار بکنیم تا ای که خوبتر واضح شود خب به طور مثال زوجه دو خواهری حقیقی دو خواهری مادری و مادر باز هم مثلا ای برازی که ربع میگیره و ای سلسان و ای هم سلس مادر سدس میگیره ششم حیثه که قبل ما در مثاله هایی را نداشتیم خب پس زوجه مثلا باز هم از دوازده تقسیم میشه دوازده زوجه ربع دوازده چارم حیثه سه میشه و دو یزی هشت میشه و سلوس یزی هم چار میشه سلوس دوازده هم دو میشه حالا دو جمعی چار شش جمعی هشت چارده جمعی سه هفته ای دوازده عال میشه به هفته بینن ای مخرج دوازده که ما گفتیم که در تا هفته عول کرده میتونه در اعداد جفت و تا در اعداد تاق سه عول داشت که ما ای را هم خدمت شما قرار داریم حالا میریم به طرف خب یک مثال دیگر که ایره ما موضوع را یک مقدار خوبتر توضیح بتیم بعدش به طرف میریم اولی 24 که اگر وقت برای ما باقی نماند میگذاریم به موضوع را به جلسه بعدی البته تا اینجا ما دیدیم که دوازده تا هفته عول کرده میتونه در اعداد تاق که دوازده عول سیزده دوازده عول پانزده دوازده عول به هفته خب اینجا برای از که این موضوع را خوب طرف فهمیده باشیم میشه که حالا ما روی اول 24 هم یک مقدار یک مثال در کار بکنیم باقی یک موضوع اختلافی دیگر او را هم میگذاریم به جلسه بعدی 24 تنها یک اول داره که حالا ما در اینجا یک مثال برای از ذکر میکنیم زوجه دو دختر پدر مادر خب میبینیم که مایید چون اولاد داره زوجه هشتم حیثه یا سمونی مال را مستحق میشه دو دختر مستحقی سلسان میشن یعنی دو سوم مال را مستحق میشن پدر اینجا سدوس و عصبه یعنی ششم حیثه مال را میگیره اگر چیزی دیگری هم باقی ماند او را هم مستحق میشه مادر ششم حیثه مال را میگیره چون می داره خب پس در اینجا سمون از نوع اول مطابق قضی فرمول با ب... نوای سان جا شده مثلا از 24 گرفته میشه یا مطابق امو فهمی حساب یا ریاضی که ما و شما یاد داریم ما در مخرج عددی را قرار بتیم که همزمان بالای هشت بالای سه و بالای شش که ای هم شش هست و یه هم شش مساوی تقسیم شده و ما اقل عدد یا کم از 24 کرده عددی پایین تر نداریم که همزمان بالای هشت بالای سه بالای شش مساوی تقسیم شده میشه که موضوع را کمی توضیح به طور مثال میتیم 24 20 هم حالا یک عدد است شاید تقسیم شده 20 20 بله مساوی بالای بالای 8 مساوی هم تقسیم نمیشه بالای نمیشه 18 18 بالای 3 مساوی تقسیم میشه و بالای 6 هم مساوی تقسیم میشه ولی بالای 8 نمیشه میریم 16 16 باز بالای 8 مساوی تقسیم میشه بالای 3 و بالای 6 مساوی تقسیم نمیشه و همچنان میایم 14 14 بالای هیچ کدام از این مساوی تقسیم نمیشه و 12 بالای 3 و بالای 4 مساوی تقسیم میشه اما بالای 8 نمیشه خب 10 10 هم بالای هیچ کدوم از تقسیم میشه 8 بالای 8 مساوی تقسیم میشه و بالای 3 4 خب به هر صورت این رو میشه که ما و شما به صورت یک تتبو و پیگیری این موضوع رو بررسی بکنیم که ما یک عددی را در مخاض قرار بدیم که همزمان بالای 8 بالای 3 و بالای 6 مساوی تقسیم شود حالا هشتم حسی 24 میشه سه. دو سه 24 میشه شانزده و ششم حیثه ایش میشه 4 چار شش... چار و ششم حیثه دیگرشون 4. چار. 4 جمعی 4 8 جمعی 16 24 جمعی 3 27. ای شد عول و 27. بینن همان گونه که ما گفتیم که 24 یک عول داره که او هم هست 27. البته یک موضوع دیگری هم دیدگاهی عبدالله بن مسعود ای رابطه وجود داره که انشالله ای را در جلسه بعدی خدمت شما بیان خواهیم کرد تنها حالا ما به این نتیجه رسیدیم که از جمله مخارج هفتگانه در سه مخرج که اول می آیا یکی شش هست که از هفت تا ده اول کرده می در عداد جفت تاق دوازده از سه تا هفته اول کرده می تنها در اعداد تاق و 24 تنها یک اول داره که او هم هست 27 که ما ایره به صورت خلاصه خدمت شما تقدیم کردیم تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته